لکه‌رنگ های مانند این از شرایط یک موضوع هدف بحث میکنه، ولی باید ببینید که جواب میده یا نه، چون امکان داره این نوع لکه‌رنگ ها در همه مناطق بیان. لکه‌رنگ هایی که در این پایین به این صورت میاد، زمین های سفت شده با رس یا موادی از سیلیکات آلومینیوم و رس ها یا مواد تشکیل دهنده ای هستن که این شکل رو پدید میارن. این نوع لکه‌رنگ که در اینجا هست، اینم لکه‌رنگ منظمه، ولی نظم اینا هیچ کدوم شبیه هم نیست. عمدتا این نوع تصاویر باید دوباره تصویرگیری شه و مورد نظر قرار بگیره. نوع عددی که در تنظیمات قرار داده شده، عملکردش برای سیگنال قبل تصویر بالا 18، پایین 11 و اینترپولیت 5 بوده. اگر از کد 11 پایین استفاده بکنیم، بالا 0 باشه و پایین 0 کنیم، بالا رو 20 بکنیم، یک مسیر جریانی نرم در این ور مشاهده میشه. نوع تغییراتی در این قسمت ها هست که اینها از نظر تکنیک پاسخگویی باید مشخص بشه چه منبعی هستش و چه عاملی در اینجا شکل گرفته. کد 2 رو که میدیم این شکلش پدیدش بهتر میشه. اینجا نرمتره و در اینجا تنگتر میشه. در اینجا تفاوت‌های لایه‌های زمین متفاوت میشه. پس این قسمت بسیار نرمتر و این قسمت‌ها بسیار سفت‌تره. البته میشه گفت سفته، ولی به نسبت اینجا سفت‌تر یا مقاومتش بیشتره. ولی این قسمت حوزه مانند دهنه ورودی یا جایی بسیار نرمتر از همه اینهاست. البته این ترکیب ها در خیلی جاها رطوبت هم میتونه باشه. پس ترکیبی که در اینجا به وجود اومده، این پدیده رو در اینجا شکل داده که میتونه اپراتور از FF یا F6 استفاده کنه و شرایط اینجا رو مورد بررسی قرار بده. این خیلی از نظر تکنیکی چسبیده به همه. یعنی اگه بیایم از این نوع تکنیک اعداد توی INT size ها استفاده کنیم، متوجه میشیم که اینجا جریان زمین و تغییرات بهش دادن. یعنی جریانی مانند جریان عادی منابع خود زمین اون منطقه رو در اینجا شکل بشتن، چون لایه لایه پشت سر هم. البته خیلی جا لوله های آب هم به این صورت ظاهر میشه یا ترکیبی شبیه لوله های آب. حالا اگه برش گردونیم و از F7ش F6ش استفاده کنیم، در F6 ما آبی رو که میزنیم این مستقیما میره تا این قسمت. اگه برش گردونیم به اون قسمتی که تقریبا بهتره این روش کانالیش یا روش چسبیدن به همش بیشتر باشه و کد 5 استفاده کنیم، نشون میده که اینا پیاپیان شبیه همه. ولی طبق شرایطی که اونجا بحث شده بود، نه، اینا شبیه هم نبودن و لایه هاشون متفاوته. کد 1 رو که بهش بدیم این جمع‌تر میشه. خب این اگه پنتر میشد، امکان این که اونجا بازتر باشه زیاد بود. کد 2 صرفش خب متقابلا چون ویدیوهایش نمیخونه با این بحثش الان فقط محدوده هایی هست که میتونه جای خالی باشه. اگه کد 20 رو بهش بدیم، در کد 20 که مربوط به تمام تغییرات، جاهای نم، حفره ها، چاله ها، دستخوردگی ها یا لایه های تغییریافته است، بالا 20 پای بالا 0 پایین 20، این ترکیب رو به ما میده که دو تغییر متفاوت هم در اونجا وجود داره که این میتونه لایه های از سنگ یا منابعی از کلسیوم ها یا منابع کربنی یا منابعی باشه از حتی سیلیس ها. و این هم خودش حفره است، جای خالیه، نرمه. یعنی این چیزی که صفر شده، ابتدا صفر، نرم، بسیار صفر شده و بعد نرمتره. و این ابتدا، یعنی این اگه الان اینو بخوایم ما با F7 بگیریم، این قسمت رو ببینید، این ادامه داره، این یه ادامه داره که حالت بازسازی داره و این یه حالت ارتباطی با اینجا داره. این ارتباطه میتونه جای خالی یا منصبی از اون جای خالی باشه، ولی تو پنجشون شبیه هم میشن. حالا اگه 20 پایین رو ببندیم، صفر کنیم و 20 بالا رو بدیم، ما در حالت عادی رنگ ها چنین حالتی رو در اینجا داریم. یک حالت ساختاری، حالت ادامه دار، یه حالت شکل در اینجا است که این ادامه داره و بین میره و این یه چیزی شبیه جای خالیه، شبیه حفره است، شبیه دهنه است یا شبیه یک ورودیه. ولی در اعداد بالاتر آیندی میچسبه به این، جایی که جداشه میچسبه. این لایه هایی که در اینجا به رنگ آبی هستش، که اگه بشه روشنش کرد یا تیره ترش کرد واضح بشه، اینا هم ارتباط دارن با مسیرها، ولی این مسیرها تا حدودی حالت کنده شدن، ساختن یا حالت تخلیه رو داره. اگه از FF استفاده کنیم، به اجازه بده این قسمت که الان در اینجا میبینی یه چیزی شبیه مربع
میتونه شکل بگیره و اینم در اینجا میمونه. اینا پدیده هایی هستن که در حالت های زمین به وجود اومده، حالا میتونه کار دستی باشه یا میتونه کار طبیعی باشه. ولی اینجا یک منبع دیگه ای هست که میشه گفت تو دسته منابعی که شبیه فلزاد یا سنگ هاست، حالا اونو بعد در طبقات خودش به دست بود. کد دو رو که بهش میدیم این مسیر بازتره و این میتونه خودشو نشون بده که یک هدف در این ور یا یک منبع یا یک فلز وجود داره. کد یک، در کد یک این ادامهش میاد بر ترکیب این سمت، ولی در این سمت هم ادامه داره و اینجا یه صفر شدن یا ساختار صفر شدن یا جایی که سفتش کردن. این نوع ترکیب هایی که در اینجا به این صورت میبینید یا این هایی که در اینجا هست یا این، اینا با اون کد مورد نظر میخونده و تغییرات زمین و شرایطیه که پدید آورده به صورت غیر طبیعی، یعنی کار دست انسان بوده و الان در اینجا این بهتر مشاهده میشه. نوع جریان ارتباطش از بالا به پایین در این قسمته که اگه از FF استفاده کنیم اینا به هم متصل میشن، ولی بین اتصال اینا یه تغییر ایجاد شده. در اینجا سفتی زمینه و در اینجا خاک خود منطقه رو گرفتن به این شکل در آوردن. امکان داره محدوده‌ای بوده که این رو دوباره پرش کردن، از نظر پر شدن یا خالی شدن پرش کردن یا روش رو بازسازی کردن. اینا ترکیبایی که اپراتور خودش بعد در حین جستجو یا عملیات یا ویژگی هاش بعد به دست بیاره. حالا اگه بخوام ببینیم بالاترین تغییرات در چه وضعیتیه، کد یک پایین رو میدیم. این دوتا روی هم میتونه بگه یه منبع فلزی در اونجا هست و الان وقتی کد عددی ساختار یک بالا رو بهش دادیم، این سمت خودش داره دچار تغییرات عجیبی میشه که داره از اون حالت اولیه که در اونجا بود جدا میشه. یعنی این به این سمت، این مسیر به این سمت راه داشته و راه اصلی به این سمت کشیده شده. یعنی اون دهنه جایی دست خورده یا جایی که مورد نظر اپراتور بوده در اون محدوده در این قسمته و وقتی دو صفرش میکنی یه مثلث با دو خط میاره که حالا چون اینا در کدهای خطوط انتقالی اینجا، یعنی میخواستیم محل رو مشخص کنیم، این رو میتونه پاسخ بده. و اگه اینترپولیت یک رو بزنیم و بیاییم در مقابلش از همون این سیگنال پایین استفاده کنیم، تغییراتی که در منطقه در از منابع دیگه هست به غیر این منابع نرم در جای دیگه شکل میگیره که اینو باید با کدای خوش پیدا کنیم ببینیم چه منابعی هست. حالا وقتی کد پایین رو دوباره بالا رو صفر میکنیم، اینجا محدوده ای از شرایط تغییرات رو به ما میده. در دو صفر هم باز میاد اینجا محدوده آبی یا تغییری یافتر میده. اینا تغییراتی از وضعیت زمین در جریانی که تو اون محدوده شکل گرفته و اصلا در کد 10 یا 11 ما عاملی از یک هدف مورد نظر به غیر از ایجاد منابعی مانند سنگ ها، کانی ها یا وجود زمین های سفت شده و نرم شده نمیبینیم. با کد 10 همینطوره، با کد 20 مثلا 10-20 این میاد بالا، ولی این منبع اصلی نیست چون دوقلو نیست، ولی در نهایت که دورو میزنیم میره اینجا. این دهنه مانند ورودی یا محل نرمتر نسبت به محلهای دیگه هست، ولی این قسمت این طرف صفر شده است. اینا صفر شده است و این ارتباط داره، این خروجیه، این جاییه که دست خورده کاملا نرم شده و در مجموع توی دو صفرش هم این وضعیت پدید میاد. پس اینجا اون هدف مورد نظر نیست، ولی این پایینی ها و اینها میگه اینجا خورده ای از منابع جدا شده و منابعی از ترکیب های صفر شده یا اون روس ها اونجا وجود داره.